واکنش جالب مسیح علی به فتوایی که دادند آخونداک برای قتلش بسیار جالب هست که گوش کنید ببینید چگونه برخورد میکنه با صحبتهایی که بچه های حوزه علمیه قوم دادند و آخوندهایی که گفتند این باید کشته بشه و ماندنش به ضرر نظام جمهور اسلامی است حالا مسیح علی نژاد در برنامه ای که در تبلت داره در این باره صحبت میکنه و حرف بسیار مهمی در این رابطه زده و مسائل رو کافی کرده و بسیار هم جالب و اساسی تحلیل کرده به این تحلیل و صحبت های مسیح علی نجات گوش کنید. الله تا الان ما به هر کدوم از رفقا گفتیم که این ملعونه مسیح آیش نجات چه غلطی کرده کسی از رفقا به ما چیزی نگفت سلام من مسیح آیش نجات <تصفح> آیش نجات کجاشون در آوردن من مسیح بهای نجات شدم یهودی نجات شدم من مسیح پولی نجاتم من مسیح قومی نجات شدم علی نجاتم من کیم بالاخره من کیم اینجا کجاست اینا چی میگن اینقدر اسمای متنوع برام گذاشتن انتخاب برام سخته در ضمن این پشت دیدین که عوض شد یه پنجره بود جهت احتیاط پنجره رو بستم آجر کشی کردم یاخ من نندازن پایین با من باشید با 247 امین برنامه تبلت تو آخر این برنامه بهتون میگم چرا این حضرات مدا طلبه روحانیون نمایندگان مردم خدا و زمین و زمان تو قم و صدا و سیما این همه زحمت میکشن هر بار یه اسم جدید میذارن روم ولی تو بحران مدیریت آدماشون که از پنجره پرت نشن پایین جان به جان آفرین خودکشین نشن موندن هیچ کس هم باورشون نمیشه میگن خودکشی کرده کی؟ ایشون غلام رضا منصوری که به دیار باقی شتافت البته یکم عجله داشت زیادی شتافت این قاضی عادل که از غذا در ویران کردن زندگی ملت ایران سنگ تموم گذاشت قاضی مستمندی بود اف بود بهش تهمت زدن میگن 500 هزار یورو رشوه گرفته فرار کرد نخی لازم داشته این مقدار زیادی خورده بود شکم اومده بود بالا اون 500 یورو رو 500 چقدر 500 هزار یورو رو ورداشته بود رژیم ویژه لاغری که تو خارجه تا شکمه رو آب بکنه ولی چون اجله داشت خودش رو از بالای پنجره هتلش پرتاب کرد پایین و چنان پخش آسفال شد که اون شکمه و حیبت و حیمنه یهو آب شد غلام رضا شده که انهو برگ کاهو جمع خانوادگیتون چند نفرتون باور کردین که غلام رضا منصوری خودکشی کرده باشه کسی که به فساد مالی و دوزی متهم بود قرار تو دادگاه داخلی دادگاهی بشه اما وقتی فرار کرد افتاد گیر فعالای حقوق بشر گفتن به خاطر اعدام و شکنجه و زندان و جنایت علیه بشریت و اما و اقسام ظلمایی که جمهوری اسلامی کردن باید تحت قرار بگیری حالا شما باور می‌کنید یهو چنین آدمی خودکشی بشه تو این قسمت تبلت با من باشی تا ببرمتون سراغ کاراگا علوی و خانم مارپل تا شاید اونا بتونن به ما کمک بکنن داستان مرگ‌های مشکوک خودی و غیر خودی در جمهوری رو بررسی کنیم کنی ببینیم چی میشه یهو یه عده خودکشی میکنن اما یه عده زیادی باور نمیکنن که اون یه عده خودشون خودشونو کشته باشن اولیش سعید امامی سعید اسلامی 600 تا اسمم داره مامور وزارت اطلاعات بود تو ماجرای قتلای زنجیره‌ای بازداشت شد یهو یهو خبر اومد تو روزنامه که تو زندان خودکشی کرد چطوری خب البته اون موقع لیزر و وکس و این چیزهای خارجی که مد نبود بزنی موهای زاید بدن رو از بین ببری از الله گفتن سعید امامی خودش کلا زائد از بین بردنش داروی نظافت یا به قول برادران داروی واجبی به خودش دادن چند نفر باور کردن که طرف خودکشی کرده طرف رو تو ماجرای قطع زنجیری گرفتن پوینده مختاری فروارها رو زدن تیکه تیکه کردن بعد نشسته تو این هیرویری تو زندان تنها چیزی که به مغزش مغز, مغز, مغز مغزش میرسه موهای زائد بدنش که بعد از بین ببره و بعد همینطوری که داشت به موهای زائد بدن خودش اخصانوات بدنش استخبار فکر میکرد جرقه میخوره که واجبی رو سر بکش داشت خودتی به جای موهای زائد خود سعید امامی زائد بود مزاحم بود موی دماغ بود پیو پرش نفر بعدی که خیلیاتون باور نمیکنید خودکشی کرده باشه کیه؟ یعنی امروزی که کشور ما احتیاج به یک انقلاب داره و نه اصلاح طلبی دشمنان ما اصلاح طلبی میخوان و در اون روزایی که کشور ما اصلا احتیاجی به انقلاب نداشت کشوری بود که به حال داشت میشرخید به حال فرهنگ مردم از اون سطح بسیار پایین با زحماتی که مسئولین در اون موقع کشیده بودند به درخص شاه ایران داشت میرفت بالا و این یک مقدار کار سخت بود مخصوصا در اون موقع ولی با تمام این تفاصیل داشت کار خودشون میکرد اون جامعه داشت جلو میرفت در اون موقع بعد اصلاحاتی میشد حالا آخرین حقیقتی که احمد رضایی فرزند محسن رضایی رئیس مجمع مشخص افشا کرده بود چی بود؟ تمام این تروها و تمام حرکات و تحولاتی که در جمهوری اسلام اتفاق میفته همه در دفتر خامنه ای تصمیم گیری میشه در موردش حتی کارهای تروریستی در سایر نقاط دنیا ایشون هستش که تصمیم میگیره با مشورت آقای هاشمی رفسنجانی و در مورد آقای فروهر دموده های در مورد سایر کسانی که به قصد با نظر مثبت خودشون بوده و دستور خودشون میده که اینها رو به یک شکلی بکشند و بعدن اینو بندازن گردن یک سری آدم های کزندیش یا تندرو که به شکلی از گردن خودشون این موضوع آزاد بشه بعد از این افشاگری جسد احمد پسر محسن رضایی رئیس مجمع افشا توی یک کوتلی در واقع این مجمع تجس مسلط نظام نمیتونم بگم جسد بچهش تو یک هتل تو دوبهی پیدا شده همون موقع گفتن دلیل مرگ مصرف بیش از اندازه داروی ضد افسردگی بوده پلیس دوبهی همون موقع گفته رو دست و بدن احمد رضایی علائمی دیده شده که مشکوکه و خودکشی رو یقین ندونست مثل همین الان که در رومانی پلیس اعلام کرد که روی بدن قلام رضا منصوری هم علائمی پیدا شده که نشونده با خشونت خودکشی کرده یعنی اول خود خودکشی کرد. نفر بعدی که گفتن خودکشی کرده میدونید کیه؟ نه اصلا شما نمیدونید و خیلی نشنیدید پسر حسن روحانی همین رئیس جمهور بنفش که بریش تمام کشش شده های آبان و کشش شده های حقوق ما خنده صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده همین آقای خوشخنده هیچ کسی نفهمید که خنده رو لبای پسر خودش چجوری خوشگید تو نوروز سال 1375 بود جسد پسر روحانی محمد توی خونه آقای رئیس جمهور پیدا شد کنار اسلحه کمری پدرش اینو من نمیگم هاشمی رفسنجانی میگه تو کتاب خاطراتش فقط هم اون میگه بقیه ام. البته بعدا گفتن همینجوری داشته با اسلحه بازی میکرده گلوله در رفت و جان پسر روحانی رو گرفت انگار تفنگ آب پاش بوده کیو کیو بنگ بنگ یعنی زدن زیرش گفتن خودکشی نبوده اشتباهی کشته شده مثل تمام کسایی که در تمام این سالها اشتباهی بهشون شلیک میشه تو آسمون تو ناوچه البته هاشمی رفسنجانیشون هم به سرنوشت پسران حسن روحانی و محسن رضایی دوچار شد یعنی چی؟ یعنی تیتر مرگ مشکوک در نظام منصوب نصب ایشون هم شد دخترشون و خیلی های دیگه در مورد مرگ مشکوک هاشمی تو استخ گفتن یکی دیگه از کسانی که 26 ساله بسیاری از مردم ایران خود شما خود شما که الان دارید نگاه میکنید به مرگش مشکوکین و با باور نمیکنید که به مرگ طبیعی مرده باشه فکر میکنید کیه پسر آقاشون احمد خمینی اسفند 1373 یهویی دلش برای آقاشون تنگ شد و رفت تو کما به روح ملکاتوی امام پیوند خورد به همین راحتی خیلی باور نکردن اونایی هم که نوشتن احضار شدن اما قبل از این اتفاق یه نامه هم احمد خمینی نوشته بود به وضعیت موجود اعتراض کرده بود کلا هر کم اعتراض بکنه بعدش واجبی واجب میشه خیلی ها نوشتن این مرگ طبیعی نبود و یک پیام داشت احمد پر بیارین اون لیستای مرگای مشکوک رو یکی دوتا هم نیستن محمود جلیلیان قاتل دکتر سامی برای اونایی که نمیدونن دکتر سامی کیه دکتر سامی روانپزشک پزشک و رهبر یه جنبش سیاسیه که توی مطبش با چاقو سلاخی شد اینکه تعجب نداره کلا یه چیز عادیه در جمهوری اسلامی ولی قاتلش که سلاخیش کرد محمود جلیلیان یهو خودکشی شد یعنی قاتل به جای دادگاهی شدن خودکشی میشن در جمهوری مقدس اسلامی حالا جزئیات خودکشی جسد آقای قاتل رو به جای دادگاه تو احواز تو همون پیدا کردن طرف رفته بود دوش بگیره دیده دوش خیلی خوشگل خودش رو آویزون کرد محمد گیلانی رو میشناسید بعد از انقلاب رئیس دادگاه انقلاب بود بعد از خلقالی کسی بود که بیشترین حکم اعدام رو صادر کرد بیشترین حتی حکم اعدام سه تا پسرش رو صادر کرد ولی خب البته صدر پسرش قبل از اینکه اعدام اجرا بشه خودکشی شدن البته شیوه های راحت تر دیگه هم هست که بعدها نظام مقدس آدم ها رو خودکشی داده کابوس سید امامی تازگی ها فعال محیط زیست از خارج اومده بود با امید ایران رو بسازه بعد گفتن تو زندان امیدش از دست داد چی شد آخه بعد گفتن خودش رو دار زده یه وقت فکر نکنید تو زندان دوربین مدار هست معمور هست میتونه جلوی خودکشی یک زندانی بگیره نه خیل. مگه سینا قمبری همین برا سرش نمیاد سینا قمبری جوونی بود که توی اعتراضات دیما بازداشت شد تو زنان خودکشیش دادن به همبندیاش به خانواده‌اش گفتن سس... از سکوت خودم پشیمونم من یک مادرم نباید در برابر بچم سکوت کنم حق مادری می که حرف بزنم اگه سکوت کنم به بچم خیانت کردم اگه هیچی نگم به بچم خیانت کردم من دوچره عذاب وجدان شدم که چرا تو یک سال سکوت کردم اون اوایل میگفتن سیدی سیرجانی نویسنده کتاب زهاک مار به دوش تو زندان خودش یوی سکته کرد خلاص یعنی هنوز خودکشی اونقدی تو راسته کارشون نبود مد نبود سیامک پورزند روزنامه‌نگاری که بعد از نیم قرن کار فرهنگی بلایی تو زندان سرش آوردن جاسوس معرفیش کردن به زور ازش اعتراف اجباری گرفتن هنوز حسر حسر برای استاد مد نبود با کمک خود استاد طلبا سیامک پورزند رو حسرش کردن تا اینکه سرانجام گفتن خودش رو از بالکن خونش توی تهران پرد کرد پایین اما از بالکن تهران که سیامک پورزند ازش پرد شد پایین با اون بالکن تو رومانی که قاضی رشته بگیر قلام رزان منصوری ازش پرد شد پایین فرق زیاده یکیش اینه سیامک ها برای آگاهی و آزادی مبارزه کردن قلام رضا منصوری ها مبارزان آگاهی و آزادی رو شکنجه دادن تا کشته و آواره و خودکشی داده بشن دسته اول آزادی خواهانی هستن که به قتل میرسن دسته دوم قاتلایی که دسته اولی رو به قتل میرسونن بعدها خودشون به قتل میرسن تا رازهای مگوی این های سیستماتیک به جای افشا شدن تو دادگاه های بین المللی دفن بشه حالا تو همین نظام مقدسی که از بالا تا پایینش پرونده قتل و خودکشی دادنه یکی پیدا شد اخیرا یک کشف فجیعی کرده ایشون علیرضا پنایان میشناسید مسئول اتاق فکر و مشاوره نهاد رهبر معظم الله لح 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 لح. گفته قتل های ناموسی اخیرا با تبر و داست تو ایران میدونی نتیجه چیه؟ ایشون کشت کرده نتیجه وحشیگری فرهنگ منحط غربه عجب آقای پنایان اینکه پدر زنگ میزنه قبل از اینکه دخترشو بکشه به وکیل میگه میخوام دخترمو بکشم مشکل برام پیش میاد بعد وکیل بهش میگه بر اساس قانون نخیر اصلا قصاص نداری حل حبس ابد نیست بکش خلاص این فرهنگ منحط وحشی غرب یا نظام مقدس اینکه قانون میگه یه قلوب. قلوب شراب بخوری میشه از دیوار خونت پرید بالا بعد بهت بگن هاکن کن, ها کن. ها. نجستی کردی شلاق حلاله اینکه قانون میگه تو ما رمزون یه قلوب آب بخوری اینکه قانون میگه اگر روبوسی کنی این قانون میگه دست بدی دختر پسر قانون میگه موهات معلوم بشه شلاق در ملای آن وحشیگری فرنگ غربه گیر بیار دیاماره مشغول زمه این اگر فکر کنین در وجود پناهیان و مدهان و مسئولان نظام مقدس که دل رقیق و نازکی دارن یک ذره خشونت وجود داره قانون بهشون میگه میتونید یکی رو عقد کنید 600 تا رو سیغه کنید کلا محرمید اصلا اگر نمیتونید بهشون تجاوز کنید اگرم بعدا زبون درازی کردن میتونید خودکشیشون بدین اینهاش زهرا نویدپور از آقای خدادادی نماینده ملکان در مجلس به دلیل تجاوز شکایت کرده خود خانم نویدپور بعدها اعلام کرد فایل صوتی داد بیرون گفته جونم تو خطر نماینده گفته چون افشاگری کردی میخوام تو رو بکشم فکر میکنی چی شد کیو بنگ کشتنش و تو خبرام هم گفتن خودکشی کرد خلاص آقای پناهیان که فکر میکنی زنکشی با داس و تبر مال قربی هست یه نگاه فقط یه نگاه تو همین هفته به دو رو بر خودت بکن ببین چندتا تا مدا چند تا روحانی اگه من دم دستشون بودم خدش دم دستشون بودم با دو سا شمشی رو تبر قرق. حالا که نیستم دستشون به من نمیرسه اینطوری برای قتل من رجز میخونن گوش کن زن خود تو رخت ول کردی پا اومدی واسه سر زن مردم غسل میکنی نه <تصفح> اصلا منو ول کن خودت عقل چیشی میگه اگه با نظر و غسل قرار بود دشمن های آدم کشته بشن که من من دشمن کم دارمه دلبر آفتابره بیار منم غسل کنم بخورم نمیشه دلار شده 20 هزار تومن من راضی به این همه زحمت نیستم از نون زن بچهتون ببرین برای اینکه من بمیرم نظر بکنین تازه اون شدم که اصلا من نمیدونم تو این گرونی دلار از کجا دو میلیارد تومن پیدا کرده بر سر نقابه این قسمت تبلیت رسیدیم یادتون باشه در برابر خرافات دروغ و مزاحمتی به نام امر به معروف و نهی از منکر یه دوربین دارید که اسلحه بیخشونت شماست سانسور واکنش جالب مسیح علی نجاد به فتوایی که دادند آخوندها برای قتلش بسیار جالب هست که صحبت هایی که بچه های حوزه علمیه قوم دادند و آخوندهایی که گفتند این باید کشته بشه و ماندنش به ضرر نظام جمهور اسلامی است.